گفتند نیروهای امنیتی توانایی تامین امنیت لشکرگاه را دارند. قرار است تا 3 ماه دیگر مسئولیت تامین امنیت مرکز ولایت هلمند در جنوب کشور به نیروهای افغان واگذار شود. برنامه را با خبرهای جهان ادامه می دهیم، اما می بینیم یک دلار امریکایی خرید 45 افغانی و 35 پول، فروش 45 افغانی و 45 پول. یک پوند انگلیسی خرید 72 افغانی و 60 پول، فروش 72 افغانی و 70 پول. یک یورو خرید 64 افغانی، فروش 64 افغانی و 10 پول. یک درهم امارات خرید 12 افغانی و 30 پول، فروش 12 افغانی و 40 پول. یک ریال سعودی خرید 12 افغانی و 5 پول، فروش 12 افغانی و 15 پول. 1000 تومان ایرانی خرید 40 افغانی و 40 پول، فروش 40 افغانی و 50 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1040 افغانی، فروش 1050 افغانی. و 1000 روپیه پاکستانی خرید 532 افغانی، فروش 533 افغانی. ادامه برنامه با عباس نوروزی. تشکر. سلام. وزیران خارجه بیش از 40 کشور برای حل بحران لیبیا در لندن گرد هم می‌آیند. گفته می‌شود که در این جلسه روی حل مشکلات قدرت قذافی و مخالفان و وضعیت لیبیا بعد از قذافی متمرکز باشد. گفته می‌شود که در این جلسه بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل، رئیس اتحادیه آفریقا و اندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو حضور دارند. اما پیش از آغاز این نشست نظریات فراوانی وجود دارد که در این گزارش می‌بینیم. برای پیدا کردن راه حل مشکل لیبیا قرار است وزیران خارجه بیش از 40 کشور زیر یک سقف گرد هم آیند. گفته می شود که در این نشست وزیران خارجه تنها نیستند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل، رئیس اتحادیه آفریقا و راسموسن دبیر کل ناتو حضور نیز خواهند داشت. هدف این نشست که در لندن برگزار می شود دستیابی به توافق و هماهنگی بیشتر میان کشورهای عضو ناتو است تا اختلافهای هفته گذشته در مورد وظایف این پیمان تکرار نگردد. در این نشست دو سوال محور بحث را تشکیل خواهند داد. چگونه می توان به مناقشه میان نیروهای وفادار به قذافی و شورشیان به طور صلح‌آمیز پایان داد و آینده سیاسی کشور لیبیا را چگونه می توان ساخت؟ امکان دارد جواب این پرسش ها بعد از این نشست معلوم شود. اما خواسته های میزبان یعنی بریتانیا و کشور آلمان از آغاز روشن است که چه میخواهند. کنارگیری قذافی و تصور لیبیایی بدون او. با این حال راسموسن از بی‌طرفی ناتو در این بحران خبر داد و گفت امیدوار است بر توقف آتش بس فیصله شود و هرچه سریعتر راه حل سیاسی برای پایان به بحران یافت شود. برگزاری این نشست در حالی انجام می شود که باراک اوباما از دخالت نظامی آمریکا در لیبیا دفاع کرده و گفته است که اگر از قتل عام غیر نظامیان توسط قذافی جلوگیری نمی‌شد، لکه ننگی بر وجدان جهانی می‌نشست. او به مردم آمریکا اطمینان داد که این عملیات محدود خواهد بود و افزود که تلاش برای سرنگون کردن قذافی رهبر لیبیا اشتباه و پرهزینه است. اعتراض‌های ضد دولتی در سوریه همچنان ادامه دارد. نیروهای دولتی با معترضان سوری در شهر درا درگیر شدند. انتظار می‌رود بشار اسد رئیس جمهور سوریه در مورد قضایای اخیر در این کشور سخنرانی کند. همچنین پیشتر بشار اسد گفته بود که وضعیت فوق‌العاده را لغو خواهد کرد. ادامه خبرها از یمن. مقامها در یمن خواهان برکناری فوری آقای صالح شدند، اما صالح میگوید او سال آینده پس از برگزاری انتخابات پارلمانی از سمت خود کنارگیری خواهد کرد.
ریاست جمهوری یمن نسبت به احتمال کودتای نظامیان در این کشور هشدار داده، میگوید که باعث بروز جنگ داخلی خواهد شد. این در حالی است که در این اواخر تعداد زیادی از مقام‌های بلندپایه دولت و سران قبایل حمایت خود را از معترضان اعلام می‌کنند. یمن درگیر تظاهرات خیابانی است. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن به دلیل کشتن نزدیک به 50 معترض در جمعه گذشته مورد خشم مردم قرار گرفت. این در حالی است که نظامیان بلندپایه یمن می‌خواهند دست به کودتا بزنند و خواهان برطرفی آقای صالحند. آقای صالح هشدار داده می‌گوید آنهایی که می‌خواهند از طریق کودتا قدرت را به دست بیاورند امکان پذیر نیست. چنین عملی منجر به بروز جنگ داخلی و بی‌ثباتی یمن خواهد شد. او گفت پس از برگزاری انتخابات پارلمانی سال آینده از سمت خود کنارگیری خواهد کرد. در این اواخر تعداد زیادی از افسران اردوی یمن اعلام کردند که دیگر از علی عبدالله صالح حمایت نمی کنند و به گروه معترضان پیوستند. آقای صالح بیش از 30 سال است که بر تخت قدرت تکیه زده است. همچنان در اثر یک درگیری میان اردو و گارد ویژه ریاست جمهوری در شهر مکلادر در جنوب شرقی یمن دو سرباز کشته شدند. جنرال علی محسن احمر از بلند پایه‌ترین نظامیان اردوی یمن، متحدان سابق آقای صالح حمایت خود را از معترضان اعلام کرده و خواهان برکناری آقای صالح شده است. آقای صالح گفته است که دور آینده انتخابات شرکت نخواهد کرد. در ادامه همکارم ادریس جویا با خبرهای ورزشی باشم. تشکر از شما. سلام، به این بخش خبری نیز خوش آمدید. رقابت‌های لیگ فوتسال شهر کابل با دو دیدار پیگیری شد. در ادامه ششمین دور مسابقات فوتسال شهر کابل که از سوی اتحادیه فوتسال کشور برگزار شده است، روز گذشته دو دیدار انجام شد که با پیروزی تیم‌های موج و گوهرشاد همراه بود. البته این رقابت‌ها امروز انجام شد. در این روز ابتدا موج به مسافه پرنده آبی رفت و در پایان توانست با نتیجه 2-1 حریفش را شکست دهد. در دومین دیدار نیز گوهرشاد همراه استقلال وارد رقابت شد که در نهایت توانست با حساب پرگل 6-2 استقلال را با شکست مواجه سازد. این رقابت‌ها با حضور 16 تیم در دو گروه 8 تیمه راه اندازی شده است و هدف از برگزاری این مسابقات شناسایی چهره‌های برتر فوتسال و رشد این رشته ورزشی عنوان شده است. این رقابت ها تا آخر ماه حمل ادامه دارد و هر روز دو دیدار انجام می شود. خبری از تنیس. مردان اول و سوم تنیس جهان به مرحله چهارم صعود کردند. در ادامه دور سوم رقابت‌های تنیس میامی، رافائل نادال و راجر فدرر با شکست حریفانشان به مرحله بعدی این مسابقات صعود کردند. در روز دوم مرحله سوم این رقابت‌ها و در بازی‌های مهم، ابتدا راجر فدرر مرد شماره 3 تنیس جهان در حالی 2-0 از صدر خوان موناکو گذشت که برای شکست حریفش راه دشواری را طی کرد. در نهایت فدرر با نتایج 7-6 و 6-4 مقابل حریف آرجان ساینی به برتری رسید و راهی دوره چهارم شد. در دیگر دیدار این مرحله رافائل نادال مرد شماره 1 تنیس جهان 2-0 و با نتایج مشابه 6-3 از صد هموطنش فلیسیانو لوپز گذشت و راهی دوره بعد شد. در سایر دیدارهای مهم نیز توماس بردی چک 2-0 کارلوس بلوک آرژانتینی را شکست داد. میخائیل یوژنی روس 2-1 به تنیس بازی از بلژیک بازی را واگذار کرد و فلورین مایر آلمانی 2-1 نیکولاس آلماگروی از اسپانیا را شکست داد. رقابت‌های تنیس میامی در دوره چهارم روز گذشته با برگزاری 4 دیدار پیگیری شد و امروز با برگزاری 4 دیدار دیگر به پایان می‌رسد. و ما خبری از بسکتبال. تیم‌های صدرنشین کنفرانس شرق و غرب برابر حریفان مغلوب شدند. در ادامه مسابقات لیگ بسکتبال NBA امروز چند دیدار انجام شد که صدرنشین‌های کنفرانس شرق و غرب برابر حریفان خود تن به شکست دادند. تیم شالوت صدرنشین کنفرانس شرق برابر میزبان خود اورلاندو با نتیجه 97-85 بازی را واگذار کرد. در دیگر دیدار سن آنتونیو صدرنشین